مجنون و مبتلای جواد الائمه ایم، مجنون و مبتلای جواد الائمه ایم، مدیون هر عطای جواد الائمه ایم، در زیر هر دو پای جواد الائمه ایم، قالی نخنمای جواد الائمه ایم، چون فی بگوید او و فدایش کنیم سر، زیرا که ما فدای جواد الائمه ایم، در انتظار برگ و برات زیارتیم، در انتظار برگ و برات زیارتیم، محتاج یک دعای جواد الائمه ایم، در انتظار برگ و برات زیارتیم، محتاج یک دعای جواد الائمه ایم، یک دم به ما نظر بکند ماه می شویم، یک دم به ما نظر بکند ماه می شویم، گرچه گدا ولی به خدا شاه می شویم، یک دم به ما نظر بکند ماه می شویم، گرچه گدا ولی به خدا شاه می شویم، مجنون به سوی قبر تو آمد اسیر شد، مجنون به سوی قبر تو آمد اسیر شد، خضر از غم عزای عظیم تو پیر شد، جبریل آمد و به قدم ها بوسه زد، از آن به بعد از همه غیر تو سیر شد، موری کنار سفره پربرکتت نشست، موری کنار سفره پربرکتت نشست، آنقدر خرد و برد که شاه و امیر شد، سلول های جسم تو از زهر آب کرد، پس در نواحی جگرت قتل عام شد، من لال می شوم ولی ای کاش ای خدا دیگر 3 ساله نرود زیر دست و پا، دیگر 3 ساله نرود زیر دست و پا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت تمامی شما عزیزان، انشالله که در پناه و حفظ خداوند منان باشین. در خدمت تک تک شما عزیزان هستیم در ویژه برنامه امروز. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام نهم مسلمانان، امام محمد تقی علیه السلام، و جا داره که ما هم به نوبه خود فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام را خدمت تمامی مسلمانان جهان و به خصوص شما کودکان و نوجوانان عزیز تسلیت و تعزیت عرض بدارم. به همین مناسبت هم ما در برنامه خود امروز، یعنی ویژه برنامه داریم که به مناسبت شهادت حضرت امام جواد علیه السلام هست. امروز قرار است که معلومات همگی ما به دست بیاریم و همگی ما معلومات خوب به دست بیاریم در مورد حضرت امام محمد تقی علیه السلام. خب دوستان عزیز، اول یک معرفی بکنیم. حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرزند حضرت امام رضا علیه السلام هست و نام مادرشان بانوی به نام سبیکه هست و همچنان لقب مادرشان هم که خیزران هست. خب دوستان عزیز، حضرت امام جواد علیه السلام یعنی القاب زیاده داره و از مشهورترین القاب حضرت محمد، تقی و جواد هست و همچنان حضرت امام محمد تقی علیه السلام در 10 رجب سال 195 هجری
قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند و همچنان حضرت امام جواد علیه السلام در حالی که 8 سال یا 7 سال سن داشتند پدر بزرگوارشان را حضرت امام رضا علیه السلام را از دست دادند و وظیفه‌دار یا وظیفه امامت مسلمانان بر دوش حضرت امام جواد علیه السلام در حالی این وظیفه بر عهده حضرت افتاد که حضرت بیش از 7 یا 8 سال سن نداشتند و بعد از 17 سال امامت در سن 25 سالگی در سال 220 هجری قمری حضرت امام جواد علیه السلام مسموم شدن و جام شهادت را نوشیدن. خب دوستان عزیز، دوران زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام میتونیم بگیم دو دور داشته، که 7 سال اول زندگیشان که وظیفه امامت مسلمانان بر دوش حضرت امام جواد علیه السلام نفتاده بود، کمو 7 سال اول زندگانی حضرت بود که بعد از اینکه 7 یا 8 سال از عمر حضرت امام جواد علیه السلام گذشت، یعنی شاهدش به شهادت رسیدن پدر بزرگوار خود یعنی حضرت امام رضا علیه السلام بود و یعنی بخش دوم زندگی حضرت امام جواد علیه السلام آغاز شد دیگه، که بخش دومش که 17 سال امام یعنی 17 سال بود که حضرت امام جواد علیه السلام به امامت رسیده بودند و در طول عمر مبارک حضرت امام جواد علیه السلام که عمر طولانی هم نداشت، یعنی فقط 25 سال حضرت امام جواد علیه السلام زندگی کردند، در همین طول 25 سال یا 17 سالی که حضرت امام جواد علیه السلام امام مؤمنین و مسلمین بودند، کارهای خیلی یعنی فعالیت‌های بسیار عالی داشتند، یعنی به خاطر رشد دین مبین اسلام. و همچنان دوستان عزیز، ما باید به خاطر داشته باشیم که از سیره‌های اخلاقی و رفتاری امامان خود و بخصوص حضرت امام جواد علیه السلام را، سیره اخلاقی حضرت امام جواد علیه السلام را خوب بخونیم تا الگوگیری کنیم از همچون شخصیت والایی. خب دوستان عزیز و ناظرین، در خدمت شما خوبان حتما می باشیم. بخش بعدی برنامه را فراموش نکنین و ما باز هم در مورد امام جواد علیه السلام قرار است که در بخش بعدی برنامه صحبت کنیم. تشکر از همراهی شما خوبان و تشکر از تک تک شما هموطنان عزیزم و کودکان و نوجوانانی که همه روزه بیننده و همراه برنامه خودتان هستین. امروز ما ویژه برنامه داریم. ویژه برنامه ما با مناسبت فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام هست و ما هم به حیث کودک و نوجوان مسلمان باید در مورد امامان خود معلومات خیلی خوبه داشته باشیم و برنامه کودک و نوجوان بر همگی ما شما کمک میکنه که در همچین روزهای مبارکی و در روزهای ولادت امامان ما، در روزهای شهادت امامان ما، معلومات خوبه از برنامه کودک و نوجوان به دست میاریم. خب دوستان عزیز، یک معلومات را با شما عزیزان یعنی شریک بسازم. او معلومات ای است که میگه در زمانی که حضرت امام رضا علیه السلام پدر بزرگوار حضرت امام جواد علیه السلام وقتی که در قید حیات بودند و زنده بودند، خب حضرت امام رضا علیه السلام فرزندی نداشتند و دشمنان هم از همین فرصت یا از همین حرف استفاده میکردن و مدام به حضرت امام رضا علیه السلام میگفتن که خب تو وارثی یا پسری یا فرزندی نداری، که خب بالاخره بعد از اینکه حضرت امام رضا علیه السلام از این دنیا بره، خب باید فرزندی باشه که وظیفه‌دار یا عهده‌دار امامت مسلمانان باشه.
و به همین خاطر دشمنان از همین فرصت استفاده می کردن و مدام به حضرت امام رضا علیه السلام می گفتن خب تو فرزندی نداری و چگونه می خواهی که یعنی این سلسله امامت را به پایان برسانی؟ و حضرت امام رضا علیه السلام چندین بار از ولادت فرزندی به یاران خودش می گفت و او فرزند کسی نبود جز حضرت امام جواد علیه السلام. و خب بالاخره وقتی که حضرت امام رضا علیه السلام با بانوی به نام سبیکه ازدواج میکنه و ثمره ازدواجشان حضرت امام جواد علیه السلام میباشه و وقتی که حضرت امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه و جام شهادت را مینوشه، همگی مسلمانان خب میگن که امام بعدی ما کی است؟ خب ما بعد از این که حضرت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، خب کی میتونه که رهبر یا امام مسلمانان باشه؟ خب همگی با خبر میشن که حضرت امام رضا علیه السلام یک فرزندی 7 یا 8 ساله داره که به نام حضرت امام جواد علیه السلام هست. خب باز هم دشمنان دین و دشمنان مسلمانان باز هم از همین فرصت استفاده میکنن، استفاده کردن و به گوش مسلمانان این حرف رو رساندن. خب چگونه یک کودک یا یک نوجوانی که بیش از 7 یا 8 سال سن نداره چگونه میتونه که امام مسلمانان باشه؟ خب بعضی از مسلمانان هم خودشان هم به همین فکر بودن که خب چگونه یک کودکی که 7 یا 8 سال سن داره چگونه میتونه که امام مسلمانان باشه؟ و تا ای که متوجه بزرگی و وقار حضرت امام جواد علیه السلام میشن. حضرت امام جواد علیه السلام چون امامان ما همگی ما میفهمیم دوستان عزیز، امامان ما از یعنی استعدادهایی دارند یا خداوند متعال استعدادها و بزرگی برای امامان ما بخشیده که حتی امام ما اگر کودکم باشه میتونه که علم و بزرگواری یعنی همانند یک فرد بزرگسال هم باشه. یعنی آنقدر خداوند متعال به امامان ما یعنی نظر داشته یا خداوند متعال یعنی امامان ما را دوست داشتن. و خب دوستان عزیز و ما هم کوشش کنیم باید از امامان خود الگوگیری کنیم، در مورد زندگانی امامان خود معلومات به دست بیاریم، مطالعه کنیم، کتاب بخونیم تا معلومات ما در مورد امامان ما بالا بره و الگوگیری کنیم تا ما هم تبدیل شیم به یک فرد یا یک کودک یا یک نوجوان مسلمان که شخصیت بسیار خوب و عالی داره. خب دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان می باشیم. در بخش پایانی برنامه از شما خوبان می خواهیم که جایی نرین، بیننده و همراه برنامه خودتان باشید. در بخش بعدی برنامه قرار است که داستانی برای شما عزیزان بگم که انشالله همگی ما بتونیم نتیجه خوبی از داستان بگیریم. باز هم تشکر از شما عزیزان که بیننده و همراه برنامه خودتان هستین. برنامه کودک و نوجوان هست و امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام و جا داره که یک بار دیگه فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام را خدمت شما عزیزان و تمامی مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض بدارم. و به همین مناسبت هم ما ویژه برنامه داریم که در بخش های قبلی برنامه ما در مورد زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام صحبت کردیم و امیدوارم شما عزیزان از معلوماتی که خدمت شما خوبان گفته شد موارد مهم یاد گرفته باشیم و در مورد زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام معلومات خوب را به دست آورده باشین. گفتیم که در این بخش قرار است که داستانی بر شما عزیزان نقل کنم از دوران زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام. یه وقتی حضرت امام جواد علیه السلام با بانوی به نام سبیکه ازدواج کرد، خب در صبح روز ازدواجشان یعنی شب وقتی ازدواج بوده و وقتی صبح شده، یکی از مخالفان حضرت که یعنی مثلا
از او دوستای دشمن نما یا دشمنان دوست نما میتونیم بگیم، آمد نزد حضرت امام جواد علیه السلام. خود فرد میگه که من چون دارو یا دوا استفاده کرده بودم خیلی نیاز شدید به آب پیدا کردم، یعنی تشنه شده بود فرد. میگه وقتی در خانه حضرت امام جواد علیه السلام رسیدم و چون او خودش یک انسان بوده، یک فرد بوده که دشمنی داشته با حضرت امام جواد، میگه که خب نتونستم بگویم که حضرت امام جواد از خانه خودش بر من آب بته. میگه وقتی که حضرت امام جواد علیه السلام طرفی فرد سیل کرد، گفت تشنه شدی؟ و فردم به حضرت امام جواد گفت بله. حضرت امام جواد به غلام خودش دستور داد که آب آشامیدنی بیاره و برای مهمان حضرت امام جواد علیه السلام بته. وقتی آب را آورد، در راه دیگه فردی که دشمن حضرت امام جواد هست، در دل خود میگه که خب حتما این آب سم داره یا زهر داخلش هست و میخواین که مرا مسموم بسازن. وقتی غلام آب را آورد، حضرت امام جواد اول گرفت از او آب نوشید و یعنی نوشید و خندید و به عمو مهمان خودش تقدیم کرد. این کارش یعنی چی؟ یعنی که این آب یعنی سمی نیست، زهر نداره و میتونی که نوش جان کنی. او فردم خب میگیره دوباره یعنی عمو آب را میخوره. وقتی آب را میخوره یک چند دقیقه‌ای که میگذره، چون فردی که مهمان خانه حضرت امام جواد علیه السلام بوده خب دوباره تشنه میشه، باز هم حضرت امام جواد رو به مهمان خود میکنه، میگه که خب باز هم تشنه هستی؟ خب او فرد میگه بله. باز هم به غلامش دستور میده که باز هم آب آشامیدنی بیاره تا مهمان بخوره. وقتی باز هم میاره، این فردی که مهمان است و دشمن حضرت امام جواد هم که هست، میگه که خب ای بار حتما دیگه ای آب مسموم یعنی سم داره و حتما میخواین که مرا مسموم بسازن. باز هم حضرت امام جواد قبل از اینکه آب را به مهمان خود بده، اول خودش میگیره کم مینوشه و دوباره آب را میده به مهمان خودش. و مهمانم خب حیران میمونه که خب حرفای دل مرا چگونه حضرت امام جواد علیه السلام میفهمید؟ یعنی هر گپی که در دل او مهمان میگذشت، حضرت امام جواد او حرف را میفهمید و عاجل بالاخره یک کار رو میکرد که دل او مهمان جمع شود. میتونیم چی نتیجه ای از این داستان بگیریم دوستان عزیز؟ میتونیم این نتیجه را بگیریم که خداوند متعال این قدرت و این توانایی را به امامان ما، به ائمه معصومین علیه السلام، به حضرت پیامبر ما داده که حتی میتونه از درون فرد هم با خبر باشن، یعنی در او زمان. پس دوستان عزیز، ما هم کوشش کنیم قدر امامان خودمان را بفهمیم، قدر امام زمان خود را بفهمیم تا انشالله که همیشه در زندگی خود رستگار باشیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم با پایان برنامه امروز. امیدوارستم شما عزیزان از دیدن برنامه امروز معلومات خوب را به دست آورده باشین و همچنان همگی ما بتونیم که معلومات های خوب را در مورد امامان خود از برنامه کودک و نوجوان کسب کنیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه های بعدی که بازم در خدمت شما خوبان حاضر میشیم، شما رو به خداوند یکتا و بی نیاز مسپاریم. وقت شما بخیر. خداوند یار و نگهدار همگی شما.